آیا دنیای کنونی را می توان دنیای پیشرفت تکنولوژیک و پسرفت اخلاقی نامید؟ آیا ما با زوال تمدن مواجهیم؟ جواب یکی از مهمان های پرگار به این سوال ها مثبت است ولی تمدن و پیشرفت را به چه معنی به کار می بریم و اگر از زوال حرف می زنیم راه چاره را در چه می آبیم؟ سلام اونها که در دنیای کنونی نگران و ناامید از وضعیت بشری هستند نشانهای زیادی میبینند به قدرت رسیدن دونالد ترامپ که برای بسیاری از رای دهندگان آمریکایی مایه امیدواری است به نظر این گروه نگران نشانه بنبست تمدن و رویای آمریکایی است در نظر این گروه مثالها منحصر به غرب یا شرق نمی شود از جمله جنگ در سوریه بحرانهای اروپا قدرتگیری دوباره روسیه اقتدارگرا و شیفتگی میلیارد ها نفر در سطح کره زمین به اینترنت که زیست مجازی را گاه بر زیست روزمره قالب کرده و در بحرانهای سیاسی مایه شیوع اخبار دروغ و تحلیل جعلی شده است ولی آیا این همه ماجرا است آیا سیاست و تکنولوژی صرفاً به عرصه اقتدار نیروهای ضد تمدنی درآمده است اگر بشر در چنین مدار افول و ازمهلال قرار گرفته راه چاره چیست؟ یکی از مهمانهای برنامه که ایده افول تمدن انسانی را مطرح میکند میگوید بشر باید از نو بیاندیشد به گفته رامین جهان بگلو استاد فلسفه در دانشگاه جیندال در هند نام دیگر بحران کنونی بحران تفکر است از او خواهیم پرسید منظورش چیست مهمان دیگر برنامه علیرضا بهتویی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم معتقد است چنین فرمول کلی از وضعیت بشری امیدواری را از ما میگیرد و راه حل مؤثری پیش پای ما نمیگذارد خیلی خوش آمدید آقای جان بگلو به ما بگید منظور از افول تمدن که اتفاقا عنوان کتاب جدیدی است که شما منتشر کردید چیه سلام خدمت شما و بینندگان عزیز عنوان کتاب دیکلاین آف سیویلایزیشن هست همونطور که شما فرمودید و من کلمه که استفاده می کنم کلمه مفهوم دی سیویلایزیشن هست که تمدن زدایی در واقع معنی میده. به نظر من تمدن زدایی چهار وجه اصلی داره در جهان امروز که وچه اولش میتونیم بگیم که جهانی شدن یا فراگیر شدن بیمعنایی است حالا این اگه میخواد من توصیف کنم این نیست که هیچ چیزی جای خودش در واقع نیستش مثلا شما میبینید که سمفونی نوه بتوون رو برای یک فروش یک پودر رخشویی در تلویزیون استفاده میکنن یا با قول ستاینر در یکی از مقالاش میگه که فیلم هالوکاست رو نشون میدن ولی در میانش در مورد دئودوران دوران صحبت میکنه یعنی شما معنای اصلی هولوکاست رو دست میدید یا به تازگی من یک برنامه دیدم در مورد صنعت داروسازی که شعر معروف دیلن تامس رو که برای پدرش گفته رو استفاده میکنن خب طبیعتا شما اصلا رابطه تو این شعر از بین میره ولی یکی بی‌معنای است دیگه کاملا نکته دوم در واقع میتونیم بگیم که امتناع از تفکر و پرسشگری هستش The cat sat on the که من اینجا از بحث هایدگر استفاده میکنم در اون مقاله معروف با دنکن تفکر یا اندیشیدن چیست ببینین در واقع همه در دنیا امروز نظر دارن ولی کسی اندیشه نداره یعنی اون در همون دکسای افلاتونی به معنی واقعی کلمه که فیسبوک و تلگرام مثال خیلی معرفش هستش که همه میخوان درباره همه چی نظر بدن ولی هیچکی درست نمیدونه که چگونه درباره مسائل بیاندیشه و نکته سوم مسئله فراگیری نسبیت اخلاقی است یعنی که همه چیز توجیه شده نیست حتی جهل ابتزال میتونه اینا رو ما میتونیم توجیح بکنیم که مثالش رو من در کتاب ترامپی شدن سیاست میگم یعنی در واقع شما وقتی رئیس جمهور مثل ترامپ دارید که مسئله اصلیش اصلا این هستش که حالا پول باشه و دیگه سیاست هنر ساماندهی جامعه نباشه بنابراین ما میتونیم بگیم که اینجا ما داریم در مورد نسبی شدن اخلاق صحبت می‌کنیم اگر از طرفداران آقای ترامپ بپرسید خواهند گفت که منظور که در درجه اول باید اقتصاد به چرخه و باید شغل ایجاد شه و به همین دلیل باید به قول خودشون شغل رو به آمریکا خب یاد دادن اساسا خود مفهوم اقتصاد هم میتونیم بگیم که نسبی میشه در این صورت یعنی که ما داریم در مورد اقتصاد به عنوان ارزش دیگه صحبت نمیکنیم. وقتی من درباره نسبیت نسبی شدن اخلاقی صحبت میکنم در جهان امروز یعنی که شما ارزش ها رو از دست میدین دیگه مسئله انقلاب ارزشی نیست و این ما رو به نکته آخر که نکته مهمیه و مسئله آموزشه دیگه در آموزش در دنیای امروز مسئله اصلی دیگه فضیلت نیست مسئله اصلی مدرکه همه میخوان برن به دانشگاه برای اینکه مدرک داشته باشن برای اینکه بتونن برن کار کنن دیگه مسئله این نیستش که ما در این دنیا داریم در, در واقع در مورد ارتباطمون با گذشتمون و ارتباطمون با آیندمون چه ببینید یک مسئله بسیار مهمی است که من فکر می کنم در این جلسه ما درباره صحبت میکنیم و آن این هستش که ما ارتباطمون در نسلهای جدید با میراس بشر قطع شده و به نظر من پروژه آیندهمون هم چون ما گذشتمون قطع شده پروژه آینده درست حسابی هم نداریم منظور نا. از این میراس چیه؟ چون شما چون ارجاع میدید به تفکر به فلسفه در کتابتون به بحران تفکر اشاره میکنید همونجوری که من تو مقدمه گفتم منظور از میراس آیا است که بزرگ ادب و فلسفه به جا گذاشتن ارتباط با اونها قطع شده منظورتون نه میراث به نظر من پنجاه قرن تمدن هستش از سومر تا کنون در تمام وجودش یعنی باستان شناسی هنر فلسفه موسیقی همه چیزی که در واقع شما به جای اینکه ما در غره داستان بریم و همه چی رو متوجه بشیم ما به صورت خیلی سطحی بهش برخورد کنیم و چون سطحی برخورد کنیم نابود کردنش هم خیلی راحت هستش چون برامون ارزش نداره مثالی که من در کتاب میزنم مثال داعشه چه سوالی که از خودم کرده بودم نیست که داعش چرا به این راحتی فقط مسئلهش آدم کشی نیست ولی که تخریب موزه ها هم هست تخریب مثلا فرض کنید طالبان تخریب مثلا بودای بامیان هم هست چگونه اینا با تمدن مسئله تمدن بشر برخورد میکنن این در دنیای قبل اینطوری به این صورت نبوده حتی ما در جنگ های بین الملل اول و دوم هم میبینید که حتی نازی ها میخوان برم مثلا نقاشی ها رو وردارم بیارم آلمان برای خودشون در صورتی که در دنیای کنونی ارزش تفکر ارزش هنر ارزش دید نسبت به گذشته و آینده پایین آمده و این اتفاقا تمدن زدایی واقعی هستش که من دارم درباره صحبت میکنم بله آقای بهتویی شما نقد دارید به این نگاه شما بگید نقدتون چیه و در این حال توصیف شما از وضعیت کلونی در دنیای معاصر چه هست ابتدایی ترین نکته ای که من شروع می کنم حرفم رو باها شاید این به دلیلی که ایشون اهل فلسفه هستن و من جامعه شناس شاید این هم دلیل جور دیگر دیدن من هست این نیست که به نظر من دوران روایت های بزرگ جهان شمول تمام شده یعنی یه نسخه برای مارکسیز جهان مارکسیست ها برای جهان می نوشتن یا سایر ایدئولوژی هایی که جهان باید اینجوری بشه جهان اینجوری هست و غیره من خیال می کنم که دنیا اینقدر مشخص در نقاط مختلفش مسائل مختلف و پیچیده خودش رو داره که این روایت های بزرگ جهان شمولی که تمدن در حال افول یا تمدن زدایی در پیش رفته این به نظر من خیلی دقیق نیست نکته دوم این چهار در واقع نکته ای رو که آقای جهان بگلو به عنوان ظهور این تمدن زدایی نقل میکنن یک جایی اومدن علت زدایی کردن و گفتن که چرا اینجوری در صفحه 101 که کتابشون میگن که ما اگر به حوزه اورتگا گاست نگاه بکنیم و حرفای او یه رو فیلسوف رو قرن بله، رو بله؟ اون ریشه بحران رو پیدا کرد و آقای جهان میگن این به نظر ایشون هم همینطوره که همانا تقسیم گسترده قدرت اجتماعی به توده های مردم است. شورش توده ها امر منحصر به فرد قرن بیستم نبوده در آغاز قرن بیستی و میبینیم که این پدیده شتاب سهمگین و سهمگینتری پیدا کرده و این شورش نابخردی است و گاست این رو به عنوان یکی از ریشه های بحران نام برده و آقای جهان بگلو در واقع میگن که این بحران در واقع شورش نابخردی نتیجه تقسیم قدرت یا دادن قدرت تقسیم گسترده قدرت به توده های مردم من فکر می کنم که وقت وقتی ایشون میان فرهنگ بالا و فرهیخته فرهیختگان را در مقابل فرهنگ عادی مردم در واقع معمولی فرهنگ توده قرار میدن من تصورم یا احساس اینه است حالا امیدوارم تو بحث روشن بشه تحقیر رو از بالا نگاه کردن به انسان ها تو این نگاه هست ارتگا این نق... این این نگاه رو داره و میگه که مردم که اومدن در شوروی بالشویک ها و در آلمان فاشیست ها گرفتن اینها نمیفهمند و این حضور اینها تو صحنه است که بحران امروز رو به وجود آورده آقای جهان بگلو هم به معنای مثلا در مورد مثلا آلمان نازی آیا الان دیگه توافق بر این نیست که اون ملتی که افتاد دنبال هیتلر نمیفهمی در اون مرحله ببینید مسئله اینی که مردم نمیفهمند با توجه به اینکه تو مردم رو نگاه میکنی در هر لحظه ای در رقابت بین اندیشه های مختلف هستن من ایراد سومم به حرف به کتاب آقای جهان بگلوی نیست که جنگ بین گفتمان ها و رقابت بین گفتمان ها رو نمی و یک پارچه میگن که اینجوری هست که من میگم در هر کشوری در هر بحرانی در هر لحظه‌ای شما جنگ گفتمان ها دارید در همون آلمان هم میبینید انسان های ریز به ریز کوچیک به کوچیک دارن مقاومت میکنن بخششون میرن به اردوگاه ها و اونجا کشته میشن یعنی شما اگر نبینید اون اتفاقاتی که در هر لحظه تو هر جامعه اون مقاومتی که داره پیش میره اون گفتمان مقابل اون گفتمان قدرتمند رو نبینید در واقع به نظر من که در جهان کنونی هم شما این به گفتمان های مقابل این روند های مقابل, مقابل تمدن بیشودایی رو میبینید بی شبه و این است که به من امید میده نیرو میده یعنی شما نگاه بکنید در قرن در 1966-68 وقتی لوترکین کشته میشه آقای جهانبگلو در این جایی میگن که جنبش شهروندی تمام شد شکست خورد به نظر من شکست نخورد یعنی آه آه لوترکین کشته شد ولی دستاورد اون جنبش شما کجا میتونستید تصور کنید در دهه شصتی که سیاه اجازه نداشت کنار یه سفید تو اتوبوس بشینه چندین دهه بعد رئیس جمهور این کشور میشه سیاه پوست یعنی این به نظر من پیشرفت یا یا حاصل اون مبارزه خب. است با این نقد کردید توصیف شما از جهان و کنونی به این ترتیب این خواهد بود که جهان و کنونی عرصه مبارزه نیروهای تمدن زدا و نیروهای پیشرفت حاصل بیشبه. و ما باید این رو میگم نه فقط در میان نخبگان در میان همون توده هایی که گاسه تغییر میکنه هم ببینیم بله. این داره این مبارزه لحظه به لحظه پیش میره بذارید بله. به دو نقد اصلی بپردازیم یکیش این است که این روایت های کلی دورانشون به سر اومده اینکه بگیم وضعیت بشری چنین است کدوم بشر کجا در چه حوزه جغرافیایی اتفاقا تمام مسئله همین جاست که ما الان به یک درجه رسیدیم که همش میخوایم که همه چی رو در جز ببینیم و دیگه نمیتونیم که مثل فلسفه مثل کانت یا هگل در کل ببینیم مسائل و, و یکی از دلایلی که ما فیلسوف بزرگ دیگه نداریم و فلاسفه بزرگ نداریم بگیش همینه اتفاقا آقای بهتویی چون مثال ارتگار زدن و یکی از فلاسفه است که من خیلی بهش علاقه دارم ارتگار یه جمله خیلی زیبایی داره من تو این کتاب میگم میگه که ما نمیدانیم که چه بر ما میگذرد و ندانستن اینکه چه بر ما میگذرد دقیقا آن چیزی که بر ما میگذرد یعنی مسئله فقط این نیستش که فقط شما در مورد اسپانیایی یا ایرانیا صحبت کنیم ما باید بتونیم در مورد بشریت در کلش هم صحبت کنیم این مفهوم بشر اصلا بر ما تغییر کرده یه موقعی لاتین ها یا در قرون وسطا یا حتی در قرن 18 و 19 فلاسفهی که من نام بردم در مورد اومانیتاس صحبت میکردن در مورد هیومانیتی در مورد بشریت صحبت میکردن امروز ما خیلی فقط میخوایم درباره جزء صحبت بکنیم یعنی مسئله ترامپ رو فقط با آمریکایی‌ها می‌بینیم و رویای آمریکایی در صورتی که این مسئله سیاست هستش همونطور که من گفتم نگاه ما به سیاست به معنای هنر ساماندهی جامعه تغییر کرده مسئله دومی که من در کتاب میگم که مسئله بشری است مسئله این, این نیستش که فقط ایرانی باشه یا افغانی یا مثلا فرض کنی عرب یا انگلیسی مسئله همدلی است نبود همدلی در جهان امروز که شما اینو میبینید در مورد مسائل مثلا پناهندگان یا مهاجران یا کسانی که از یه جای به جای دیگه کوچ میکنن این است که بشری که به خودش خیلی مطمئن هست و میگه که من به یک درجه از پیشرفت و شناخت رسیدم محبت و فراموش کرده شما رمان های کلاسیکی که میخونیم مثلا بینوایان ویکتور هوگو که میخونین درش میگه که هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که یکی یکی رو دوست داشته باشه کجا ما در دنیای امروز دوست داشتن به عنوان یک ارزش والا میگیم من وقتی میگم ارزش بله. از بین رفته یکیش همینه اینه بله آقای جان بگلو بذارید به یه تحقیقی که در کتابی از یه نظری پرداز غربی در اومد اشاره بکنم استیون پینکر بله. من در غربی اسم شناخته شده است کتابی در آورد که حاصل تحقیقات بسیار وسیعی بود و نتیجه گیری که از این میشد کرد این بود که برخلاف تصور رایج خشونت در جهان آزه بسیار کمتر از گذشته است یعنی میاد تلفات جنگ های قرن 18 قرن 19 قرن 20 رو میسنجه با شرایط حاضر نوع برخورد نیروهای قالب با نیروهای مغلوب رو میسنجه همه اینها رو بر اساس دادای تاریخی دادای مسند میگیره و نتیجه که میگیره این است که خشونت در جهان کنونی کمتر از اون چیزی که بیشتر بود مونتا میگه چرا ما چنین فکر میکنیم که خشونت بسیار بالاست برای اینکه آگاه میشیم بلافاصله آگاه میشیم و مدام راجبش صحبت میشه و میگه البته خود همین باعث میشه که خشونت مهار زده بشه برش در مورد همدلی که شما میگید تحقیق ها نشون میده که در جهان کنونی خیلی بیشتر از اون چیزی که در قرن 20 بود اون چیزی که در قرن 19 هم بود اگر خیلی نشانه از همدلی نیست نشانه از چی هست آیا اینها به شما نخواهد گفت که ما با زوال اخلاقی مواجه نیستیم با خشونت افسار گسیخته مواجه نیستیم بلکه با آگاهی بیشتر با این وضعیت مواجه هستیم با آگاهی بیشتر بر این وضعیت نه چنین چیزی نیست برای اینکه ما اولا خشونت های گوناگون داریم مثلا فقر یه گونه از خشونت هست شما در دنیای امروز هنوز فقر دارید شما در دنیای امروز هنوز نابرابری دارید شما در دنیایی که انقدر به خودش مطمئن هست که با تکنولوژی پیشرفته علم جدید میتونه وضعیت بشر رو بهتر کنه وضعیت بشر بهتر نشده نسل جدید الزامن نسل نیستن که به فکر انسان دیگه باشند یا همدلی داشته باشند اما به عکس با, با وجود دستگاه های هوشمندی که استفاده میکنند این موضوعی که بنجامین کنستان یک فرانسوی در قرن 19 هم می که آقا ما مثلا اون در سیاست این نیست که فقط امیال به امیال خودمون بپردازیم اتفاق مسئله اصلی امروزه شده فقط امیال انسان ها در سطح فردی یعنی مسئله دیگه مسئله این که با تمام حقوق بین که ما داریم من اینو عرض میکنم و مسئله مسئله این نیستش که ما بتونیم برسیم به موضوعاتی که ما چرا امروز گروهی مثل داعش به وجود میاد در بشریت اگه این چیزی که شما گفتین درست باشه نباید جوانانی که در انگلستان، فرانسه، استرالیا و جای دیگه بزرگ شدن حالا از پدر مادر مسلمان بزرگ شدن ولی اینها دایشی بشن برای اینکه ما در یک جهان بسیار عالی زندگی میکنیم به قول آلدوکس هاکسلی در بهترین جهان ها و این ولی... نشانی از همون بی‌معنایی است که گفتی دقیقا. اینها معنا رو در دایشی شاید به عدم پرسشگری بله من فکر کنم باز با همین روایت بزرگ ما مواجهیم ریچارد رورتی مقایسه میکنه بین هایدگر دیکنز فیز فیز وعليه. 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 و دیکنز پراگماتیست قرن بله و میگه که وقتی هایدگر میاد آدمیزاد رو نگاه میکنه با نگاه یک کشیش بداخلاق بدبین که دیگه آدمی تکلیفش روشن و تموم شد و اینها ولی دیکنز با یک گرمایی میاد نقد میکنه حتی اون جامعه ای که توش داره زندگی میکنه و با یه و انتقادش هم انتقاد تلخ آدم ناامید نیست بلکه داره با آدم های دوره برش توضیح میده که آدمی که اونجا نشستی به اون کسی که تحت فشار هست خوب نگاه کن چون دیگر نگاه زحمه. کن ایشون خواهند گفت که اون نگاه دیکنزی الان نیست نه من از نگاه دیکنزی حرفی که ایشون میزنن در مورد اینکه به جزئیات رفتن من اتفاقا فکر میکنم باید به جزئیات رفت یعنی اینکه چرا مثلا از سوئد یا انگلیس بخشی از جوانهای خارجی تبار مسلمان زاده یا مسلمان نزاده ای ما بلند میشن و میرن به اونجا این رو باید تو نشست توی اون جامعه و تو اون لحظه تحقیق کرد دونست کیان چون که از این فرض بکنید صد درصد این جوانها که بلند نشدن برن یک درصدشون این اتفاق افتاده او یک درصد کیان چرا اینجوری شده چه جوری میشه حل کرد آیا میشه با اینا حرف زد آیا میشه با اینها جوری دیگه آیا جامعه با اینها بد کرده که اینها رفتن در نتیجه من خیال می اگر شما به،, به خلاف حرفی که آقای جهان بگلو میزنن که از بالا و کلی باید نگاه که من خیال می که اگر تو تو هر جامعه این نگاه بکنی به طور مشخص و پیدا بکنید راه حل ها رو به توی یه روند هایی هست که وقتی نگاه میکنی میبینی که عمومی و مشترک حتی در کشوری چون ایران و انگلیس میتونین اشتراک رو ببینید. مثلا نسلی که فارغ تحصیل شده میخواد صاحب خونه و زندگی شه در انگلیس الان مشکل داره در ایران هم مشکل داره و جالب اینکه که مشکل ها شبیهه در انگلیس مسکن الان بحرانه در ایران هم مسکن بحرانه در روسیه هم مسکن بحرانه در چین هم مسکن و اصلا گفته میشه که نسلی که دهی هفتاد میلادی و هشتاد میلادی تونست به عبارت خودی خودش رو ببنده الان بهترین بازنشستگی هم داره میره مدام سفر میکنه ولی فرزندان همین ها نمیتونن حتی صاحب مسکن ابتدایی بشن این یه چیز فراگیره آیا همین چیزهای فراگیر نمیتونه ایشون رو به نتایج مشخصی برسه در مورد در وضعیت بشری مسئله مسکن رو در تهران و مسئله مسکن رو در استکهلم در لندن مختلف باید حل کرد این هم نیست ممکنه یه مخرج مشترکی داشته باشن ولی شما اگر میخواید مسئله رو حل بکنید باید تو جزئیات اون مسئله داخل بشید بشناسید و بعد ببینید که چجوری میشه باش نکته دوم به نظر من تو این روایت عمومی این هست که یک چیز فرض بکنید که آقای جهان بگلو تو مورد تکنیک به درستی میگن که این تکنیک آدم ها رو از عمیق فکر کردن و از به سطحی نگری و هل داده خب من فکر کنم همین تکنیک میتونه خیلی چیزهای دیگر رو هم کنار خودش داشته باشه و داره یعنی شما نگاه بکنید در دهه هفتادی میلادی اگر یک آدم مبارز ایرانی میخواست یه دونه اعلامیه پخش بکنه با میرفت سه سا زندان میخوابید امروز با یه دکمه اینترنت میتونه انواع اقسام اطلاعات رو به دست بیاره اینو خوبیه تلگرام مثال خوبی از این نیست آقای جان بگلو که تکنولوژی به کمک اشاعی ایده ها اومده تا مثلا سطحی کردن آرا و نظرات به که ایده وجود داشته باشه ببینید من نمیگم که اصلا موضوع وجود نداره مثلا اینکه زنانی دخترانی میان روسری سفید یا هر رنگ دیگه بلند میکنن در اعتراض به هجاب اجباری این یک ایده است این ایده با یک عکس در ابعاد میلیونی تکثیر میشه خب یعنی شما میخواین به من بگین که زمانی که مثلا اینترنت نبوده در دوره مثلا فرض کنید جنگ داخلی اسپانیا این همه افرادی که از جمله نویسنده و فیلسوف و دیگران که شرکت کردن و نتایجش بر ما باقی مونده اینها خب تونستن در برای آزادیشون مبارزه بکنن مسئله اصلی که وجود داره ببین من با فروید موافقم فروید میگه که انسان های مدرن دیگه نمیخوان آزاد آزاد و آزادانه زندگی کنن چون مسئولیت باید قبول کنن و مسئله اینترنت هم یکیش نبود مسئولیته یعنی شما وقتی که میرید و در واقع فیسبوک رو می نگاه میکنید و شما کامنت هایی که مردم می نویسن زیر مقالات از جمله مقالات که من خودم می نویسم اصلا مسئولیت قبول نمیکنه از جمله نام مستعار استفاده میکنه اولین چیزی که مسئولیت قبول نمیکنه این که حاضر نیستن حتی نام واقعی رو به کار ببرن این نه تنها نبود همدلی است که من دارم میگم چون همدلی که ما داریم صحبت میکنیم کلمه ای است که به فارسی در مقابل در واقع این فیلینگ آلمانی که هردر استفاده یعنی میگه شما باید آندرستینگ داشته باشیم برای هم دیگه اونم فهم دیگری به دیگری فهم فرهنگ دیگری اون فهمه خیلی مهمه که در واقع دیگری داره چی میگه و این نکته اول نکته دوم من فکر می که ما در جهان کنونی، یک نوع سقارت خودخواسته داره اونطور که کانت میگه یعنی ما از این سقارتمون اون هنوز در نمیادیم شما لزومی هم نداره که الیتیس یا نخبه گرا باشید برای اینکه این مسئله رو ببینید مسئله بندگی خودخواسته انسان ها که مثل فیلم فارنهای 451 که فیلم فرانسوا تروفو جلوی تلویزیون های بزرگ میشینن و هرچی این تلویزیون رو بهشون میگن قبول میکنن یا در 24 ساعت 16 ساعتش رو دارن فقط سریال های تلویزیونی حالا ترکی هندی یا ایرانی یا چیزهای دیگه تماشا میکنن و حاضر نیستن پرسشگری بکنن در مورد وقایع واقعی این روایت کلان نیست من باور نمیکنم این رو یعنی ببینید من آقای جهان بگلو بیشتر فکر میکنم حرفی که گرامشی میزنه که توی حتی فرهنگ... نظری پردازی کپ ایتالیایی فقط خواهشم اینه که خیلی از اسامی فیلسوفان نظری پردازی <applause> میتونیم رو بگیم ولی لازم نیست مدام آره. این اسامی بیاد و بره ببینید دو نکته ای به نظرم اصلی توی این حرف هست که گرامشی میگه یک، اینکه فرهنگ قلب یافته بر جامعه فرهنگ همگون نیست خودش دوچار تناقضات مشکلات و... نکته دو اینکه فرهنگ‌های یا گفتمان‌های مقابل با این در هر لحظه در حال شدنه شما نگاه بکنید که همین مثلا جامعه خودمون آیا همه نشستن تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه بکنند؟ یا همه نشستن تلویزیون دیگری رو نگاه بکنند؟ انواع اقسام آدم ها دارن انواع اقسام چیزها رو میبینن و این تفکرها لحظه به لحظه در حال درگیری با هم دیگه و این رو ندیدن به نظر من بدبینانه است این رو ندیدن کلی نگاه کردن یه نکته بدنان... نقطه... بله بدبینی فرهنگی است بدبینی تئوری که با یک نوع خوشبینی عملی دلیلش هم که... این نیست که این نکته خوشبینی عملی رو بذارید روش تعقف کنیم دخونم. خوشبینی شما در چه هست یعنی فکر می‌کنید راحل چه خواهد بود و چرا به اون راحل خوش بینید و چرا فکر میکنید زمینه حرکت به سمت راحلی که تر میکنید برای اینکه من خودم استاد فلسفه هم و فلسفه درس میدم خوش بینم برای اینکه فکر میکنم این پرسشگری کرد فلسفه هست که مایه امیدواریه نه, ب... نه به طور کلی تمام حتی من علمم قبول دارم ولی علم به معنی پوزیتیویستیش نه من علم به معنی که آینشتین و آدمای مثل هایزنبرگ و اینا یعنی علمی که یک دانش گسترده است که فلسفه هم در بر میگیره و شما توجه به جهان هم دارین جهان زیستی دارین خب داری. پس اینجوری عبارت بندی کنیم خوشبینی شما در دانش بشری است چجوری باید از دانش بشری استفاده کرد برای اینکه از این بنبست تمدنی از این تمدن زدایی که صحبتشون میکنید بیرون بریم خوشبینی من در این هستش که ای ما هنوز چون انسان هستیم قابلیت مورد سوال قرار دادن خودمون بوده قابلیت اندیشیدن درباره خودمون و جهانی که داریم نابود میکنیم و داریم همونقدر که ما میتونیم بالن ها رو بکشیم همونقدر میتونیم از ازشون جلوگیری از کشتنشون جلوگیری بکنیم ولی این احتیاج داره که ما از این فایده گرایی مصرف گرایی این برخورد قهرامیزی که با جهان اطرافمون داریم این پروژه دکارتیه که سلطه بر جهان و اینکه من بهتر میدانم از جهان رو باید اینو ما تبدیلش کنیم به اینکه یک ویژگی،, ویژگی انتقادی نسبت به خودمون و نسبت به جهان اطراف شکل عملی خواهد گرفت بیاد سوال یه جور دیگه کنم این ایده شما وقتی که به وضعیت ملموس و بسیار شناخته شده کنونی در ایران شناخته شده برای بیننده این برنامه میرسیم چه خواهد بود؟ یعنی این توصیه رو ترجمه کنید به های عملی در جامعه ایران چه خواهد شد؟ اتفاقا نکته بسیار عالی است ببینید بحثی که من همش در همیشه در مورد ایران کردم این نیست که مسئله ما ایرانیان اکثرا جا جای قدرت یک حکومتی بره یک کس دیگه بیاد یک ناجی بره یک ناجی دیگه بیاد همش به دنبال ترمودینامیک قدرت هست اون چیزی که منش میذارم ترمودینامیک یعنی در واقع مسئله ما این نیستش که حالا بیایم ببینیم بشکافیم ببینیم که سیاست و سیاست ورزی چیه مثلا اون این نیست که یه رئیس جمهوری بره یه رئیس جمهور دیگه بیاد و به خاطر اینکه اون یک قول قرارهایی میده و ما در همه جای دنیا از آقای فوجیموری در پرو تا آقای ترامپ تا آقای احمدی نژاد در ایران همه قبول میکنن که خب این اگه بیاد حتما دیگه بهشت بری میشه چنین چیزی نیست اصلا نگرش ما نسبت به دنیا نسبت به سیاست نسبت به خودمون با تغییر, تغییر کنه. کنه. شما با نقدی که بر نظرات آقای جان بنگلو دارید و اون توصیفی که کردید که نه زوال تمدن بلکه رقابت گفتمان ها و نیروهای مختلف هست عرصه کنونی در دنیا با اون توصیفی کردید چه نوع سیاستی چه نوع راهلی رو میتونید پیش بینی کنید یا توصیه کنید برای ایران من قبل از اینکه راه هم بگم یه نکته رو بگم خوشحالم که آقای جهان بگلو اینجا از پیشرفت علم و دانش در واقع صحبت کردن چون تو کتاب خیلی با گاندی نقل قول میکنن که اونجا گاندی میگه که من فکر میکنم ت... 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 تکنیک و علم غربی داغوم میکنه تمدن ما رو راهن اگه بیاد به مراکز مذهبی ما درست ما رو زودتر میرسونه برای اونجا رو از بین میبره و امروز خوشحالم که این نکات رو از آقای جهان بگم ولی در مورد راحل ها من فکر میکنم که یک ما باید از راحل های عمومی جهان شمول به راحل های مشخص برسیم مسئله هایی که تو کره شمالی هست مسئله نیست که تو ایالات متحده است مسائل عراق با مسئله مکزیک فرق میکنه در نتیجه باید تو هر جامعه ای نشست نگاه کرد کجا هستیم چی هست کدام قدرت ها تو صحنه چه گفتمان هایی در حال بحث هستند؟ کجای ماجرا این مقدمه دارد. در مورد ایران چه میتونید بگید بله من فکر میکنم که امروز نگاه بکنید تو ایران مسئله اقتصادی بیکاری راه نیفتادن چرخ اقتصادی مشکلاتی که خانم های ما درگیر هستند مشکلاتی که نویسنده های ما باهاش درگیر هستند مشکلاتی که مردمان اهل مبارزات کارگری باهاش درگیر هستن هر کدوم از اینها نکته های مشخص معین است که باید نشست و افراد درگیر در این حوزه ها باید بشینن بحث کنن که چجوری بر راه حل پیدا کنن نکته دو این است که شما به عنوان این منتقد اجتماعی تو هر فرض بکنیم که جامعه ایران اگر بخوای از قله قاف یعنی از اون بالا نگاه بکنی که ما خردمندان من به عکس فکر میکنم ما با اونهایی که درگیر صحنه هستن باید بشینیم ببینیم که چجوری میشه قدم به قدم پیش برد باز من میگم دیکنزی یعنی با انتقاد مهربانانه انتقاد با سیمپاتی انتقاد با همدلی به جای انتقاد خشنه های دگری که شما ها نمیفهمید اینجوری میشه قدم به قدم پیش بود من اجازه بدید نمونه هایی رو بگم تو این زمینه فرض بکنید که خلیل ملکی به نظر من تو شرایط دهه چهل ایرانی که سخت و سیاه بود و رهبر سیاسی چپ در خانشی از سوسیالیسم در ایران علی رغم مشکلات بده که خانش خیلی زیبا و آموزنده یا مهندس عزت صحابی تو شرایط بسیار سخت تونست کاری رو بکنه که تو امروز فکر میکنی عجب من میتونم بیاموزم و میتونم از این استفاده کنم و برم جلو من این نمونه ها رو خیال میکنم که آموزم بذارید یک عبارت از صحبت ایشان رو بگیرم چون در دور قبلی بحثم ایشون این رو ترک کردم ولی ازش گذر کردیم نقد شما نقد خشن هایدگری نیست به این معنا که اثر همدلی نیست یک دو من اثر نخبه گرایی است از جمله اون جمله‌ای که ایشون خوندن از گاست که بله بحران ناشی از تقسیم قدرت در بین توده هاست و نقدی که شما مثلا به رسانه های جدید دارید حاکی از این است که شما آمدن توده ها به میدان در عرصه رسانه رو نگران کننده میدانید آیا اینها نخبه گرایی نیست نه ببینید آقای بهتوی همه چی رو در یه دیگ بذارم به خاطر اینکه اولا هایدگر که اصلا کلمه همدلی رو استفاده هیچ جا نمیکنه در فلسفش بعد نقد هایدگری چرا ما کلمه خشنه به کار میبریم اصلا مسئلهش خشونت نیست اتفاقا هایدگر در دوره آخر زندگیش وقتی که دوره در مورد مسئله زبان فکر میکنه زبان مسئله شعر فکر میکنه خیلی هم لطیفه اصلا هیچ مسئله خشونتی نیستش نقدش میتونیم بگیم نقدش خیلی سرسختانه است ولی نقد م... مکتب فرانکفورت هم به مراتب سخت سرسختانه تره یا خیلی دیگه خود جامعه شناسی که, که یه مکتب نیمه قرن 20 بود برای بسیاری از بیننده ها ممکنه آشنا بله. نباشند. اونها هم متهمن به نخبه گرایی بسیاریشون بله می بینی. یه رگه ای رگه میبینی از نخبگرایی به گفته ایشون بدینی هم همراهش در اون فیلسوف هایی که همیشه نگران این بودن که بله جامعه داره میشه عرصه بلا منازعه اون نیروهایی که از پایین میان و تمدن و فرهنگ فریختر رو باش آشنا نیستن نخبگرایی چیز بدی نمیبینم ببینید من خودم تو فرهنگ نخبگرایی بزرگ شدم و تو فرانسه و اصلا نخبگرایی چیز بدی نمیبینم در مقابلش توده رو میذارم که ما رو به چقدر ایدولوژی فاشیست استالینی و انواع اقسام رسونده و هنوز هم تو شما اصلا ببین کار روشنفک فکر دویدن دنبال مردم نیست باید اونجا که پرسش های اصلی باید مطرح بشه و اگر هم مردم اشتباه میکنن باید بهشون گفت اشتباه میکنین نریم به ترامپ این رای بگید. این بحث بنیادی خوبیه بذارید همینجا باعثیم. چرا گرایی باید باشه ببینید نخبه به گرایی به نظر من اگر یه ذره من بخوام قلوف بکنم میشه دیکتاتوری فلاسفه یعنی چیزی که لنین دیکتاتوری پرولتاریا میگفت به حالا دیکتاتوری کادرهای حزبی اینجا هم میشه دیکتاتوری فلاسفه به این معنا یه جوری افلاتونیست خب چون من... افلاتون معتقد بود باید فلاسفه رهبری کنن بله. من تصور میکنم که شما در لحظاتی که دارید زندگی رو پیش میبرید اه باید نگاه بکنید که خیلی آدم هایی که تو اون زندگی روزمره درگیر هستن خیلی از من شما که کتاب رو فقط میخونیم بیشتر میفهمن بعضی وقتا باید زانو زد یاد گرفت از اونها آموزش دو جانبه است همونقدر که من میرم و اندیشه هایی که از کتاب ها یاد گرفتم میدم از اونها هم میآموزم. و اگر غیر از این باشه نمیشه ببینید شما وقتی وقتی اندیشه نخبگان هم خوب پیش خواهد رفت که تو به فرهنگ و عادت و به مذهب و زندگی روزمره اون آدم ها نزدیک باشی بتونی زبان مشترک پیدا بکنی و از اونجا نشستن آن چیزی که ایشون رجی میگه من قیافه عبوس یک کشیش خشن رو در نظر دارم به قول شما شعر هم میخون ولی اینکه تو بتونی با همدلی با آدم ها بتونی گفتگو بکنی و بتونی زبان اونها رو پیدا بکنی این هست که به نظر من آقا آقای جان بگلو به نظر میاد شما معتقد که توده ها میفتن دنبال یک جریاناتی یک چهره های یک روند هایی و این نخبگان هستند در کتاب شما بیشتر فلاسفه که بعد بیان مهار بزنن این توده ها رو به خودشون نه بیارن تا توده ها که م... تاریخ سازن برای عاملان تاریخ هستن به ما این انقلاب های گوناگون داشتیم درش توده ها هستن که شرکت میکنن حتی آدم مثل کار مارکس وقتی رو در کتابخونه نزدیک اینجا گذرونده و کتاب داس کاپیتال نوشته که وارد اون که نرفته شرکت کنه در, 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 در کمون پاریس که فرض کنی ولی تاریخ زمنان ولی مثال, بله مثال خوبی زدید مثال بله خوبی زدید آقای جان مگلو مارکس که نشست در همین بریتش میوزیم به فاصله شاید 3-4 کیلومتری اینجا اون کتاب ها رو نوشت چند جلد کتاب تودگران نبود فعال سیاسی هم بود يعني دار سالهای پیش از اون در تادیای های کارگری در جنبش های فعال نم. بود تودگران ها بود یکی از علت الل... ببینی این باید ما ولی منظورم اینکه درگیر در سیاست آنی بود سیاست روزمره به بود درست بگیم که بینندگان درست بدونند یکی از, از اشکالاتی که مارکس به آدمی مثل باکونین که آنارشیست بود می‌گرفت و بالاخره از انترناسیون اول بیرونش کردن این بودش که اون آدم تودگران بود و بودن که می ما فقط می که بریم و در تظاهرات شرکت کنیم و او اعتقاد داشت که اونها یک جری او باشن ببینید آقای شما اجازه بدید در مورد همین خبرگرایی ایشان میگن که فلسفه تقیان علی هر آنچه به گذشته است تعلق دارد هست من میگم که آقا فلسفه خودش هم دعواست توش شما آدم های مرتجعی مثل گاسیت رو میبینید در مقابل انسان ها و فیلسوف ها و متفکرین که دنبال پیش رفتن. پیش از اون که به پایان بحث برسیم میخوام سوالی تر کنم یکی از رگه های قوی در آرای شما که در کتاب جایتون هست سوء به سیاسته بله آیا به کسی که در ایران هست در افغانستان هست شما توصیه میکنید که سوء زن داشته باشه به سیاست سیاست جاری از هر نوعش یا اینکه نه واقعا بیا تو عرصه سیاست و از سیاست به عنوان حربه استفاده کنه برای اینکه از این مخمسه که شما توصیفش میکنید برون رفتی حاصل بشه این دو نوع متفاوت از دیدن سیاست روزمره شما طوری سیاست رو توصیف میکنید که نزدیک میشه شونه میزنه به شونه اون حرف رایج در افوا که برای سیاست پدر و مادر نداره ولی آیا این واقعا این راه نیست ببینید من در برنامه خود شما درباره ماکیاولی آمدم صحبت کردم و نه. تحسین کردم که ولی و گفتم چقدر اشتباه اون برخوردی که میکنم ولی مسئله اصلی من اتفاقا کلمه سوهزن کلمه درستی نیست مسئله پرسشگریه در سیاست چون سیاست به معنای رسیدن به قدرت نیست من یکی از ایراداتی که به هموطن ها میگیرم این نیست که چرا مسئله سیاست هر موقعی که مطرح میکنید حتی به عنوان آملان کسانی که در مسئله سیاسی میخوان شرکت کنم مسئله تون فقط ناجی و جابجایی قدرت مسئله سیاست نیست که مردمان چگونه قرار با هم زندگی کنن چگونه یه جامعه رو اداره کنن چه کسی قراره اون جامعه رو اداره بکنه چه چون یه کسی میاد میگه که و حرفای رادیکال میزنه الزاما چنان که دیدیم نمیتونه بهتوی... جامعه رو اداره کنه آیا میشه گفت که درک رایج از سیاست درک اشتباهیه به گفته ای جان بگلو این باعث میشه که مدام در یک سیکلی بچرخیم از این قدرت به اون قدرت من سیاست رو خیلی همه جانبه میبینم یعنی به نظر من فروغ فرخزاد تأثیر یه منتقد اجتماعی بزرگ رو داشت تو مسئله زن در ایران خب سیمین دانشور به نظر من خیلی نقش بزرگ داشت در پیوند داستان سیاوشان با پرسشگری که ایشون میگن نیست هست, هست. تا به اشکال مختلف و به عرصه های مختلف در رمان هست در فلسفه هست در جامعه شناسی هست در زندگی روزمره مردم از همون چارقد سفیدی که میره روی چوب یعنی به نظر من سیاست تو لحظه به لحظه زندگی انسان ها شما جی... از میتونست این اعضا 157 هم میتونستیم بگید ولی نتیجه رو دیدیم ولی همین الان رو بگیم آیا این اعتراض به حجاب اجباری به این شکل خاصی که شروع شد چند هفته گذشته آیا این نشان از وجود پرسشگری نیست به نظر شما این پرسشگری مثال... در مورد یک موضوع بله من گفتم اختشاش هم میتونه باشه اعتراض هم میتونه باشه ولی بعدش وقتی که شما اعتراض تبدیل کردین به یک مرحله که باید هماهنگی داشته باشین و جامعه رو بسازین اون موقع هر کسی مثل واسلاف هاول نیستش که یک نمایشنامه نویسی باشه در چکوی چکی و بتونه جامعه بکنه. ببینید همون ای که ایشون اشاره کردن به عنوان اعتراض به حجاب و اجباری و شما میگید دنبالی چیز بزرگ باید بود به نظر من روایت بزرگ دنبال روحال بزرگ هست من خیال میکنم که پیشرفت جوامه در... کارهای خیلی کوچیک در قدم های لحظه به لحظه پیشرفته در عرصه های گوناگون جامعه جامعه مثل یک ساختمونی نیست که به نظر من تو اگه بتونی آرام آرام بسازی و بری جلو اتفاقا معماری م... مثال معماری زادی مثال خوبیه آرشیتکتی که داره یک ساختمون رو میسازه از قبل تمام ساختمون رو میاد طراحی میکنه در ذهنش هست اینکه قدم به قدم شما جلو برید و ندانید که به کجا دارید سیاست فرق داره, داره. از چنین برمیاد که این قدم کوچیک در خیابان روسری رو بلند کردن اعتراض کردن در شهر دیگه حرکت دیگه رو کردن اینها آروم آروم شکل خودش رو پیدا میکنه و رهبری از درون این جریان ها برمیاد در صورتی که شما به گفته ایشون میشینید و این نقد دیگه ای هست در غرب میگن آرشر فلسفی بله. در مبل ما البته چون اینجا باید برنامه تولید کنیم در مبل هستیم ولی منظورش اینه, اینه که بدون تحقیق وضعیت مشخص بدون بررسی داده ها دادن نسخه های کسی کلان. نسخه نمیده نه اجازه نمی بدید من, من یه مثال بزنم توی همین نکته ای که شما فرمودید اتحاد شوروی و کشور اسکاندیناوی دو تا مثال کاملا متفاوت از این نکته ای بودن که یک ما یه نسخه آماده داریم از پیش اون چیزی که شما میگید آرشیتکت طراحی کرده میگن نسخه نیست نه باید نه. گفت که در طول خونه آماده در واقع ایشون بیشتر توصیف میکنن وضعیت کلونی رو اون رو در اتحاد شوروی اون طرح آماده هر رو سعی کردن پیش ببرن در اسکندیناوی قدم به قدم خطا و به پیش آزمون, خطا, و لحظه به لحظه برای اینکه ما چون... نسخه آماده نداریم این دولوگ ها میدم من این نیستم هیچ وقتم نبودم مسئله من مسئله اندیشیدن تفکر مسئله من اتفاقا مسئله مرحله به مرحله هست ولی با اینکه اندیشه هم باش همراه باشه دقیقا من فکر می کنم که نه تنها در بره سیاسی بلکه در تمام چیزها باید که ما مرحله به مرحله پیش بریم ولی باید که این پرسشگری همیشه با ما همراه باشه ما نمیتونیم همه چی رو با اون صورتی که هست قبول بکنیم و ایقان داشته باشیم و ایمان داشته باشیم به چیزهایی که نمیخوایم که مورد ارزشی یعنی در واقع ارزش مورد سوال قرار ما مهمترین انقلابی که امروز احتیاج داریم انقلاب سیاسی نیست انقلاب ارزشی است ارزش که ما باش در بر کره ارز داریم زندگی میکنه نه فقط در کشور ایران ارزش غلطی هستند حتی در جامعه ما جامعه آتی ایران اون جامعه خوبی نخواهد بود اگه همین ارزش‌هایی که امروز داریم دا خواهیم داشت چرا به خاطر اینکه آلودگی هوایی که در تهران هست یا در محیط زیستی که در ایران از بین میره فقط به خاطر ج... بودن حکومت جمهوری نیست. حکومت نیست این نکته مهمیه آقای بهتوی در واقعشون قبلا هم گفتن توی بحث که نگاهمون به سیاست معیوبه به این معنی که فکر میکنیم آمدن و رفتن قدرتها این میشه سیاست و حرکات سیاسیمون معطوف به اینه الان این مثال آلودگی هوا وضعیت محیط زیست مثال خوبیه آیا اینها با این نوع سیاست ورزی حل میشه؟ ببینید من توی این جنبه همه جانبه دیدن مسئله سیاست و مسئله جامعه با آقای بگلو اختلاف نظری ندارم اونجایی ما با هم زاویه پیدا می که ایشون مسئله مشخص جامعه رو هر جامعه معین رو نمی بینه و میگه همه چیز در حال بد شدن و خراب شدن و وضع بحرانی است و سیاه که به نظر من اینجوری نیست ولی این تندنس این تمایل, تمایل توی شرایط بحرانی تو خیلی, خیلی, از فلاسفه بوده این اینو من میفهمم نکته دومی که ایشون در واقع کنار آدم ها بودن و با اون آدم ها زندگی کردن و دنبال راه حل مشخص گشتن و دنبال حرکت معین گشتن رو و بعد درگیری گفتمان ها در هر لحظه رو به نظر من خیلی برجسته نمیدیم در مورد اون مثال محیط زیست که خودتون زدید آقای جان بگلو کسی که در ایران زندگی میکنه ممکنه بگه اتفاقاً ربط داره به حکومت به این معنا که و من این رو با یه میشه گفت دانشمند در اینال حال فعال در امور محیط زیست در میان گذاشتم چنین اعتقادی داشت تا متاسفانه تو برنامه نمیتونه بیاد این اعتقاد هست که محیط زیست در ایران چنان قامز مسئله حاد و کلانیه که بدون وفاق ملی قابل حل نیست وقتی میگیم وفاق, ملی به این معنی که شهروندم احساس کنه که اگر حکومت میگه درست. چنین بکن بکنه درست. و میگه که وفاق ملی در شرایط کنونی در ایران به وجود نخواهد اومد به همین دلیل مسائل کلان محیط زیستی حل نخواهد شد درسته. و وفاق ملی وقتی به وجود خواهد اومد که یه تحول مهم ممکن اون انقلاب نگه ممکنه بگه که یک اصلاح بنیادین بگه یکی ممکنه بگه تحول ولی تا یک تحول مهم سیاسی رخ نده مسائل کلان محیط زیستی حل نخواهد درسته. شد به این ترتیب به این معنا اون مسائل کلان هم به سیاست به معنی آمدن رفتن و تغییر در قدرت ها رفت داره دیگه نه به شرطی که ببینید این وفاق ملی رو من قبول دارم وفاق جهانی تا اسمش میذارم برای اینکه مسئله مسئله سلطه است ببینید ما هم مسئله سلطه جهانی داریم بر طبیعت یعنی بشریت مسئلهش مسئله سلطه بوده بر حیوانات نباتات هم مسئله ای که ما داریم مسئله ملی یا شکلی که در کشورهای مختلف داره مثلا اینکه در ایران که انسان ها جوان که امروز هستن بیشتر از پیرها و آدم مسن یاد بگیرن که کاغذ نندازن تو خیابون یاد بگیرن که و اینو من میگم به خاطر اینکه این پروژه به هم ربط داره ببینید شما وقتی میرین درخت های خیابون پسیان رو میبرید و به جاش برج در الهیه میسازید برای اینکه پولدار بشید این مسئله سلطه است سلطه اقتصادی است ولی ضمناً یک بینش هم هست یعنی این, این مسئله سیاسی هم هست برای اینکه کسی که میتونه این کارو بکنه در یک شبکه ای از قدرت میتونه این کارو بکنه میتونه پول بده میتونه آدمایی هستن که همونا میرن مهمونی شب انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی یعنی خودشون رو در اپوزیسیون میبینن این... ولی آدمایی که پولدار میخوام در خارج از کشور هم هستن خیلیشون هستن آدمایی هستن که باشون صحبت این کنیم مخالف این در, در, در م... واقع فهوای کلام ایشون این است که یه سری ارزش های شهروندی عمیق هست که تا اینها به وجود نیاد و ایشون فقدان این رو بحران تمدنی می تا اینها وجود نیاد تغییرات سیاسی هم قرار نیست به جایی بکشونه ما. ببینید به نظر من آنچه که در قرب خوب پیش رفته و ما, ما اگر بخوایم یه نکته ای رو یاد بگیریم اون هست این است که حوزه های مختلف زندگی اجتماعی مستقل فرض بفرمایید که در این چیزی که ایشون اتفاقا این کار میکنه میگه نگاه هگلی به ما میگه که مستقل نیست بلکه یک وحدتی هست در اینها من فکر میکنم آن چیزی که دانشگاه ها در اروپای غربی دارند مستقل از قوه قضاییشون مستقل از مطبوعاتشون مستقل از جنبه پارلمان و ارگانهای سیاسیشون مستقل از اتحادی های کارگریشون و هر کدوم از این حوزه ها برای و فرهنگ و هر کدوم از این حوزه ها مسائل خودشو داره و اکتورای خودش شده تفکیک در زندگی اجتماعی میشه این به نظر من کشورهای شبیه کشور ما در حال شدن هنوز نشده و یکی از وظایف جدی نگرش تازه باید این باشه که شما باید اتونومی یا اختیار مختار بودن این حوزه ها رو یعنی حق نداشته باشن سیاست مدارا به دانشگاه ها بگن چی درس بده یا نده در اروپای غربی این یا حق در ندارن مربوط به قطع درختان بیان اعمال نفوذ کنن منظور شما اینه که باید به طور مشخص در این زمینه ها فرمول مشخص داد نه من فکر هم الگوهای معینی وجود داره که چگونه میشه این حوزه ها رو از هم جدا کرد که بتونن هر کدوم از این حوزه ها پاسدار اون امر باشن یعنی علم پیش نخواهد رفت اگر که تو دانشگاه رو بهش اختیار ندی و بخوان که سیاست مداران در هر کوچکترین نقطه‌اش بخوان که دخالت بکنن تو در امر قضا اگر بخوای که قضات رو بهشون اختیار و اه، اه، موقعیت ندی استقلال داشته باشن و سیاست مداران بخوام به اونا دیکته بکنن که چه بکن اون وقت قو قوه غذای تو فاسد خواهد من با الزامن اینکه همیشه دولت در همه کار دخالت کنه مخالفم البته منم با شما موافقم که باید من میگم باید این خردورزی انتقادی گسترش پیدا بکنه من بیانی مردم هم گسترش پیدا بکنه و اگر سیاست سیاستمداران، تونستن در این راه کمک بکنن بسیار خوبه مثلا من مثالی که همیشه میزنم مثال لغو حکم اعدام در فرانسه است وقتی که حکومت میتران میاد و اینو از بالا انجام دادن نرفتن رفراندوم بذارن ولی مردم فرانسه قبول کردن اینم و این،, این, کار درستی بود که انجام بدن ولی همیشه سیاستمداران این حرف کار درست انجام نمیدن درست به خاطر اینکه این پرسشگری در میانه اونها هم نیست در مورد مسائل سیاست من فکر می کنم که این گفتمان باید باهاش درگیر شد باهاش ساخت و پیش برد هیچ چیزی از بالا پیش نمیره من فکر می‌کنم تا زمینه توی جامعه نباشه تو نمیتونی این یا اون اصلاح کوچک رو هم پیش ببری و این وظیفه ما هاست که با هم بشینیم ایشون هم میگه که باید زمینه توی اجتماع باشه, باشه. تا یه تغییراتی بله. بله, بله. ولی من میگم امور مشخص رو و مسائل معین رو باید گذاشت وسط و حل کرد ما من راه حل عمومی برای همه بله چیز نمیشتم بله همیشه نقش مهمی رو بازی میکنن از زمان سقراط هم بازی کردن تا کنون هم بازی <applause> بله. من فکر می‌کنم سقراط بیشتر با آدم ها حرف میزد تا با فلاسفه بله بسیار خوب بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته پرگار رسیم تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه رامین جهان بگلو و علیرضا بهتویی حتما شما در مورد گفته های مهمان های برنامه نظر دارید یا گفتنی هایی دارید که در بحث مطرح نشد در این صورت به فیسبوک ما سر بزنید و نظرتون رو بنویسید ضمنا این برنامه روی یوتیوب هم در دسترس پادکست یا نسخه شنیداری این بحث هم در کانال تلگرام بخش فارسی ببیسی و همینطور روی صفحه پرگار در وبسایت ما منتشر میشه دوستداران پادکست برنامه یک امتیاز دارن به اون اینکه چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از خاموش شدن دوبین ها رو میتونن بشنون شب و روز بر همه شما خوش